بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. بنده عنادی هستم، با برنامه رویکردها برنامه‌ها در خدمتون هستیم که به طرح سوالات کارشناسی از نامزدهای محترم 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داره. سوالات در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی طرح خواهند شد. نحوه انتخاب سوالات هم به این ترتیب بوده که سوالات برای نامزدهای محترم ارسال شده و اونها بر اساس اولویت‌هایی که خودشون می‌دونستن انتخاب کردن که در این برنامه خدمتشون طرح خواهیم کرد. سوالات سیاسی رو بنده در خدمتتون هستم، سوالات اقتصادی رو همکارم جناب آقای مقصودی طرح خواهند کرد. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز، در خدمتشون هستم. و سوالات حوزه اجتماعی و فرهنگی رو هم همکار دیگرم جناب آقای مهدی قلی خدمتتون خواهم گفت. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند. اما مدت زمان برنامه 60 دقیقه هست و ما طبعا سوالات محدودی رو میتونیم طرح کنیم، منتها بستگی به پاسخی نامزد محترم به هر کدوم از سوالات طرح شده میدن میتونه تعداد سوالات بیشتری هم مطرح بشه. در این برنامه رویکردها برنامه‌ها در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن روحانی هستیم، نامزد محترم 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری. آقای روحانی سلام، خیلی خوش اومدید. منم خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام و درود بر ملت بزرگ ایران. خوشحالم فرصتی پیش آمد تا بخشی از برنامه دولت تدبیر و امید را بتونم در این برنامه به محضر مردم شریف و بزرگوار ایران عرضه بدارم. آیه روحانی، به نظر جناب علی مهمترین میثاق بین مردم و مسئولین چی هست؟ همگونه که مستحضر هستید ما قانون اساسی رو داریم که به فاصله اندکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید و نوع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آن تعیین شده، وظایف و اختیارات رئیس جمهور هم مشخص شده. رئیس جمهور چه وظایفی نسبت به قانون اساسی داره و جناب علی اگر رئیس جمهور شدید این وظایف و اختیارات را چگونه پیگیری خواهید کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بی تردید قانون اساسی میثاق ملی بین ملت و دولت هست و در واقع حیطه وظایف و همچنین اختیارات رو و تناسب بین اینها رو قانون اساسی مشخص کرده. معمولاً بخش‌های مختلف دولت موظف به اجرای قانون هستند، خود رئیس جمهور هم موظف به اجرای قانون هست، اما نسبت به قانون اساسی رئیس جمهور یک وظیفه ویژه‌ای را به عهده داره. رئیس جمهور موظف هست و مکلف هست که قانون اساسی را اجرا بکنه و نحوه اجراش اینه که در برخی از اصولی که میتونه مستقیم اجرا کنه مستقیم اونا رو اجرا کنه، اونجاهایی که نیاز به لوایح داره باید به فوریت لوایح رو تهیه بکنه و تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنه تا بتونه اجرا بکنه. جای تأسف اون که بخش مهمی از قانون اساسی، مخصوصا فصل سوم که حقوق ملت رو بیان میکنه، در مقام عمل هنوز بخش هاییش به عملیات در نیامده و تا زمانی که فصل سوم قانون اساسی که در واقع حقوق شهروندی همه اتباع ایرانی رو به خوبی روشن کرده به دقت اجرا نشه، میشه گفت این میثاق جنبه عملی کامل پیدا نکرد. آقای روحانی چرا اجرا نشده؟ علتش چی؟ اگر از منظر آسیب شناسی بخوایم نگاه کنیم و جناب علی چه تدبیری داری که این بخواد اجرا بشه؟ دلایل مختلفی داره برای اینکه همه این اصول به اجرا در نیامده، اما من معتقدم مطالبات مردم اجرای قانون اساسی است. در بسیاری از شهرها و بخش‌های مختلف کشور که من سفر کردم وقتی مطالبات اونها بیان میشه، در دانشگاه ها وقتی ما میریم دانشجوها مطالباتشون رو بیان میکنن،
من بسیاری از اونها رو میبینم در متن قانون اساسی هست و اگر این قانون اساسی به خوبی و به دقت اجرا بشه، بخش بزرگی از مطالبات مردم هم اجرایی و عملیاتی شده. بنابراین یک تلاش ویژه‌ای در این زمینه بردوش رئیس جمهور آینده است. تشکر میکنم. ممنون. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر روحانی. اولین سوال اقتصادی رو در خدمتشون هستم. آقای دکتر روحانی، ارزیابی شما از اجرای فاز اول قانون هدفمند یارانه ها چی هست؟ نقاط ضعف و قوت اون رو چه میدونید و در ادامه شما اگر دولت احتمالی تشکیل بدید، میخواید با یارانه باز هم یارانه نقدی رو ادامه بدید یا به سبک دیگه میخواید حمایت ها رو بکنید و آیا از همه دهک ها یکسان میخواید حمایت بکنید یا نه دهک های پایین تر میخواید بیشتر این حمایت ها بشه؟ مسئله یارانه به هر حال موضوع مهمی است که سالیان دراز دنبال این بحث بودند، یعنی مجلس شورای اسلامی از برنامه دوم برنامه سوم تاکید شده بود که دولت ها برن دنبال هدفمند کردن یارانه ها و به هر حال تبدیل شد به لایحه و در نهایت در مجلس تبدیل شد به قانون و اجرا شد. من در واقع میخوام بگم که هدفمندی یارانه ها هنوز هم هدفمند نشده و متاسفانه فاز اولش ناقص و در بعضی از موارد توأم با تخلف اجرا و عملیاتی شد. خب میدونید که یارانه اساساً برای این بود که عدالت در جامعه ایجاد بشه، یارانه برای این بود که مردم بتونن راحت‌تر با هدفمند کردن یارانه زندگی بکنن. عملاً 45,000 تومان به مردم داده شد، اندازه اون، دو برابر اون، سه برابر اون از جیب مردم برداشت شد به دلیل اینکه ارزش پول ملی، پایه پول ملی تغییر کرد و شما دیدید در عرض چند ماه ارزش ثروت مردم در واقع به نصف، در بعضی از موارد به یک سوم تقلیل پیدا کرد. 45 تومان دادیم به مردم، 200 تومان از مردم به یه صورت دیگری از جیب دیگر مردم برداشتیم. بنابراین هدفمندی یارانه میبایست در یک مجموعه مقررات اقتصادی دیده میشد، نه به تنهایی، و این مشکل رو ما امروز میبینیم در بحث اجرای هدفمند کردن یارانه ها. اما در این حال الان مردم زندگیشون رو با این پول تنظیم کردن، بنابراین این یارانه نقدی که الان داره پرداخت میشه قاعدتا ادامه پیدا میکنه این بخش، اما در کنار این باید کارهای دیگری هم انجام بگیره. یعنی اگر بخواد تورم افسار گسیخته باشه، این پول هر روز بی‌ارزش‌تر میشه. محاسباتی که الان میشه میگن 45,000 تومان نسبت به آغاز پرداخت یارانه نقدی تبدیل شده از لحاظ ارزشی و قدرت خرید به 15,000 تومان، یه خورده دیگه بگذره تبدیل به صفر میشه. بنابراین باید یک ترمز فوری برای بحث تورم انجام داد و تورم رو مهار کرد تا بتونه تاثیرگذار باشه. علاوه بر این که من در بحث یارانه دنبال این هستم که در برنامه هم آمده که یارانه کالایی هم ضمیمه خواهد شد، برای اینکه مردم در نسبت به کالاهای اساسی خودشون دغدغه خاطر نداشته باشن و بتونن با آرامش بیشتری زندگی کنن. آقای دکتر، در برنامه هاتون اشاره شده که اون 30% حمایت بخش تولید رو هم میخواین پیگیری بکنید. اون 30% چجوری؟ اونو میخواید نقدی به بنگاه‌های حالا اقتصادی بدید یا نه حمایت از فناوری یا بیمه کارکنان یا روش‌های دیگه‌ای؟ دو تا تخلف بزرگ صورت گرفت همونطوری که من به طور کلیش اشاره کردم. یک تخلف این بود که بنا بود 30% به هر حال به بخش تولید پرداخت بشه که به این توجه نشد. تخلف دوم این بود که قرار بود که این پول رو از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهایی که در قانون مشخص شده بود پرداخت بشه که متاسفانه از منابع دیگر هم برخلاف قانون برداشت شد. این تخلفات باید اصلاح بشه و من جمله باید یارانه به بخش صنعت پرداخت بشه. این که با صنعت چگونه ما رفتار کنیم و چگونه ما پرداخت کنیم، من معتقدم که با صاحبان صنایع و نمایندگان اونها
باید بنشینیم و مشورت بکنیم ببینیم بهترین راه برای پرداخت یارانه چیست. نه تنها در این موضوع، من در برنامه دولت تدبیر و امید آوردم که در تمام برنامه‌های مهم اقتصادی با تشکل‌های صنفی و تولیدی مشورت خواهد شد. دلیلش اینه ما وقتی با مردم مشورت بکنیم هم کامل‌تر خواهد بود طرحی که میدیم، لایحه‌ای که آماده میکنیم، و هم در مقام عمل اونها احساس تعلق بیشتری نسبت به اون مقررات و قانون پیدا میکنن و بهتر اجرا و عملیات. آقای روحانی، تو بحث سیاست خارجی مستظر هستید که خیلی ها معتقد هستن که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی هست. در بحث سیاست خارجی در یک محیط کاملا متفاوتی با بازیگران متعدد ما مواجه هستیم که همه دنبال منافع خودشون هستن و اون اصل سیاست مبتنی بر قدرت هم همچنان حاکم هست. در چنین فضا و محیطی جنابعالی اون مدل و الگویی که بتونه منافع و اهداف جمهوری اسلامی ایران را تامین کنه چه الگویی هستش و در واقع بر اساس اون چه شاخصهای مد نظر شما هست که بتونیم بیشتر به این اهدافمون برسیم؟ به یک معنا میشه گفت سیاست داخلی و خارجی از یک اصل مهم پیروی میکنن و اون اصل مهم هویت و منافع است. یعنی هر کشوری بر مبنای هویتی که مد نظرش هست و بر مبنای منافعش هم سیاست داخلی رو دنبال میکنه و هم سیاست خارجی رو دنبال میکنه. البته سیاست خارجی گاهی وقتا با یک شرایط ویژه‌ای در دنیای امروز مواجه میشه. سیاست خارجی تا چه جوری ببینیم دنیا رو؟ بعضیا دنیا رو حق و باطل فقط میبینن، میگن حق و باطلی وجود داره و روزگاری فرا میرسد که حق بر باطل پیروز خواهد شد. بعضیا دنیا رو میدان جنگ میبینن که به هر حال رقبا در حال جنگن. بعضیا بازار میدونن، دنیای منافع است که هر کسی منافع خودش رو چگونه تأمین بکنه، مخصوصا منافع اقتصادی در دنیای امروز. بعضی هم کشتزار میبینن، به هر حال جهان رو هر کسی جوری ترسیم میکنه. بعضی هم میان تقسیم میکنن بین آرمانها و منافع. من خیلی موافق نیستم که آرمان رو از منافع جدا کنیم. منافع رو باید جوری تعریف کنیم که آرمانهای ما هم در داخل منافع کلی بگنجه. به هر حال جهان امروز نه جهان اخلاق، نه جهان حقوق، نه جهان مراعات قواعد، متاسفانه جهان بر مبنای قدرت هست داره برنامه ریزی میشه. شما میبینید در شورای امنیت سازمان ملل اونایی حق وتو دارن که جمعیت بیشتری دارن. آقای دکتر، شما آیا طرح مسکن مهر رو موفق میدونید و در بخش مسکن همین طرح رو ادامه میدید یا نه؟ و برای کنترل قیمت مسکن، حالا علاوه بر مسکن مهر، برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بها چه برنامه‌ای دارید؟ ببینید اصل ساخت مسکن ارزان یک ایده کاملا درستی است. یعنی جمعیت بسیار زیادی الان در کشور ما هنوز دارای خانه نیستن. یک آمار به ما میگه 2.2 میلیون مسکن مورد نیاز هست در کشور ما. اصل ایده مسکن مهر ایده بدی نبوده، ایده خوبی بوده. منتها میدونید مسکن مهر طراحی شده بود برای یک عدد خیلی کوچکتری. بنا بود ظرف 10 سال 200,000 باب خانه ساخته بشه یا واحد مسکونی ساخته بشه. این یه مرتبه تغییر کرد به 1.5 میلیون. بنابراین بودجه ها کفاف نکرد، منابع کفاف نکرد، عجله شد، مواردی انتخاب شد، زمین های انتخاب شد، جاهای انتخاب شد که خیلی تناسب نبود و در نهایت بعضی از جاها به جای مسکن خوابگاه درست شد. به جای اینکه ما یک شهرک درست کنیم که مردم بتونن توی زندگی کنن،
یک خوابگاه برای اونها درست کردیم. چاره ای نیست که مسکن مهر رو ما تکمیل کنیم، این چاره دیگری وجود نداره، منتها باید نواقصش برطرف کرد و به تدریج در اختیار مردم گذاشت. و اساساً ایجاد مسکن ارزان یه ایده درستی است. من اصلا با دولتی کردن این کارها موافق نیستم. اساساً ما کار رو باید به مردم واگذار کنیم، تسهیلات لازم رو در اختیار بگذاریم. اساس برنامه دولت تدبیر امید واگذار کردن همه امور به مردمه. سیاست‌های اصل کلیه 44 هم همین رو به ما میگه که ما باید این گونه امور رو به بخش‌های خصوصی و در واقع به مردم یا تعاونی‌ها واگذار کنیم. در مورد قیمت مسکن و اجاره بها در چند دهه گذشته گاهی نرخ قیمت مسکن خیلی یهو بیشتر از قیمت نرخ تورم رفته، مثلا تورم 20% میده یه دفعه مسکن دو برابر شده قیمتش. علت این رو چی میدونید؟ یعنی ما با اینکه افزایش عرضه هم داریم، مثلا مسکن مهر خب 1.5 میلیون و بیشتر حتی مسکن روستایی ساخته میشه، اما قیمت مسکن مهار نمیشه، یه دفعه میره بالا. راهکارتون برای مهار قیمت مسکن چی هست؟ این دنیای اقتصاد ظروف مستقل نیستن، ظروف مرتبطه هستن. شما وقتی نقدینگی رو در جامعه بی حساب کتاب میبرید بالا، این شما رو که میگم مقصودم دولتی است که این کار رو کرده، به هر حال نقدینگی رو یه مرتبه در عرض 8 سال یه چیزی نزدیک 6.5 تا 7 برابر شده. خب این نقدینگی یک تورم بزرگ ایجاد میکنه. وقتی ارزش پول ملی یه مرتبه تنزل پیدا میکنه، مردم چیکار میکنن؟ مردم دنبال این هستن که برن مستمسکی رو پیدا کنن تا ثروت اونها کاهش پیدا نکنه روزانه. یکی از اون جاهایی که پیدا میکنن همین مسکن هست، زمین هست. فوری این پول سرگردان، این سیل بنیانکن حرکت میکنه به سمت بخش زمین، بخش مسکن، و خب این مشکلات رو ایجاد میکنه. شما هرچه هم مسکن ایجاد بکنید باز هم این مشکل هست. شما الان ببینید چقدر قیمت خونه کلنگی، آپارتمان در همین 1 سال اخیر افزایش پیدا کرده، با توجه به اینکه مسکن مهر هم فعال بوده، بیش از برنامه هم دنبال ساختش بودن، هیچ تأثیر هم نگذاشته. برای اینکه از اون ور ما ارزش پول ملی دچار مشکل شده، نقدینگی اضافه شده، اونا باعث شده که بتونه خونسا کنه کارهایی که در زمینه مسکن انجام شده. شکر میکنم آقای مهدی. متشکرم. آقای دکتر روحانی، اجازه بفرمایید که در حوزه اجتماعی سوالی رو خدمتتون طرح کنم. ما متاسفانه الان شاهد افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی هستیم، مثل طلاق، اعتیاد و موضوعاتی مثل اینها. راهکار پیشنهادی شما برای رفع این مشکلات، حالا چه در زمینه اقتصادی اونها و چه در زمینه‌های فرهنگی، چی؟ هر دوش شما گفتید. یعنی دو تا عامل اصلی داره برای این آسیب‌های اجتماعی که شما نمونه‌هایی رو از او ذکر کردید، مخصوصاً طلاق که بسیار نگران کننده است. افزایش طلاق چون آثار بسیار خطرناکی رو در جامعه به جای می‌گذاره. طلاقی که ما می‌بینیم در 1 سال گذشته 7% افزایش پیدا کرده، این رقم تکان دهنده ای هست. بحث اعتیاد که بسیار اهمیت داره. حالا رقم اعتیاد هر چه باشه، 2 میلیون باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، حالا آمارهای مختلفی وجود داره. اعتیاد مسئله بسیار مهمه، علی رغم مجازات‌های شدیدی که وضع شده برای بحث مواد مخدر. متاسفانه نه بحث مواد مخدر حل شده، نه بحث اعتیاد حل شده. در این برنامه دولت تدبیر امید ما یک بخش خاص گذاشتیم برای معتادین و گفتیم که برای معتادین در دولت آینده از تمام روش‌های علمی که وجود داره برای ترک اعتیاد استفاده خواهیم کرد. اینها فرزندان جامعه ما هستند. 2 میلیون جوان و میانسال
تو همون بحث طلاقی که شما گفتید، یه عامل طلاق همین بحث اعتیاد هست که مشکل طلاق رو داره ایجاد میکنه. در مجموع شما میگید که چه کار باید بکنیم؟ از طریق اقتصادی، از طریق حقوقی و قانونی، از طریق امنیتی، از طریق فرهنگی، از همه اینها. منتها شروع از فرهنگه. ما باید فرهنگ جامعه رو ارتقا ببخشیم. ما باید به جوانهامون مهارت‌های زندگی رو یاد بدیم. دنیای امروز فرق کرده. آموزش پرورش ما باید متحول بشه. آموزش عالی ما باید متحول بشه. در دنیای امروز دیگه دروازه ها بسته نیست. نمیتونیم خودمون رو تنها ببینیم. ما در میان یک جمع بزرگ باید خودمون رو مشاهده بکنیم. بنابراین بخش فرهنگی اساسه، پایه است، بنیانه. منتها خب تنها فرهنگ کافی نیست. ما نیاز به بخش اقتصادی داریم برای حل و فصل این مسائل، نیاز به بخش حقوقی داریم، نیاز به بخش امنیتی داریم. البته بخش امنیت همواره باید آخرین مرحله ما باشه. اینجا هم باز من میخوام تأکید کنم، بیاییم از مردم کمک بگیریم، بیاییم نهادهای خیریه رو در این زمینه ها تقویت کنیم، بیاییم تشکلهایی رو ایجاد بکنیم برای اینکه طلاق کمتر بشه، برای اینکه بتونن مددکاری کنن، برای اینکه نگذارن فاصله ها ایجاد بشه. تشکلهای مردمی درست کنیم برای مبارزه با اعتیاد، تشکلهای مردمی درست کنیم برای مبارزه با انواع بزه‌ها و انواع آسیب‌های اجتماعی. بنابراین اساس برنامه رو باید مردم رو مد نظر قرار بدیم. این مشارکت که ما میگیم متاسفانه فقط موقع راهپیمایی ما مردم تشویق میکنیم، میگیم راهپیمایی خیلی مهمه، 22 بهمن همه بیایید، که البته مهمه، البته باید بیان، جایی هیچ بحثی نیست، اونجا روز غرور ملی ماست، افتخار ملی ماست. انتخابات میگیم بیایید شرکت کنید، که البته باید مردم تشویق کنیم، انتخابات سرنوشت ماست. اما یادمون نره مشارکت مردم نباید به راهپیمایی و انتخابات محدود شه، همه جا مشارکت مردم. آقای روحانی، در یک مدیریت صحیح و کارآمد استفاده از نیروهای متخصص، کارآمد و متعهد یک اصله. جناب علی، اگر رئیس جمهور شدید تا چه میزان به این اصل پایبند هستید؟ حتی از افرادی که با شما اختلاف نظر دارن تو کابینتون استفاده کنید. همون بحثی که توی قدرت ملی، توی سیاست خارجی مطرح کردید، یکی از پایه‌هاش همین در واقع بحث شایسته سالاری هست. تا چه میزان به این پایبند هستید؟ اونایی که مخالف هستند یا منتقد هستند، مقصودتون اینه دیگه؟ با شما اختلاف نظر دارن، اختلاف. سلیقه دارن. ببینید، اختلاف سلیقه که نعمته، و گفت که از آیات خداست اختلاف السنتکم و الوانکم، همونطوری که رنگ‌ها و زبون‌ها از آیات الهی است، اختلاف سلیقه هم از آیات الهی جزو اون اختلافاتی است که رحمت. واقعا حتی نقد هم رحمته، نظر مخالف هم میتونه نعمت باشه. دو بحثه. یه وقتی یه تیمی میخوان توی یک کابینه با هم کار بکنن، تو این تیم باید یک هماهنگی هایی وجود داشته باشه. اون هماهنگی باید مد نظر باشه تا بهتر بشه کار کرد. البته نقد مشکلی نداره، اینکه در هیئت وزیران همه باید آزاد باشن، اونجا معناش این نیست که رئیس جمهور حرفی زد همه دست بلند کنن. اون که دیگه هیئت وزیران نمیخواد، رئیس جمهور خودش میتونه تو اتاق تصمیم بگیره. متاسفانه تو سالهای اخیر گاهی وقتا تو هیئت وزیران هم اون جو دموکراتیک و آزاد نبود. ما دیدیم به خاطر یه انتقاد، یه اختلاف کوچیک، اصلا وزرا جا به جا شدن، تغییر کردن. اختلاف نظر و نقد اشکال نداره، ولی تو کابینه یه هماهنگی مورد نیاز هست برای اینکه با هم بتونن کار بکنن. اما برای استفاده افراد در بخش‌های مختلف
اصلا بحث وجود نداره. هر که تخصص داره، هر که شایسته سالار هست، باید از او استفاده بشه، بهره برداری بشه در مدیریت های مختلف. و متاسفانه تو این 8 سال اخیر، همونی که اصطلاح اتوبوسی میگن، اتوبوسی رفتن، اتوبوسی آمدن، من با این کار مخالفم. اما ما باید از شایستگان استفاده بکنیم. شایسته منتقد بهتر از شایسته است که انتقادش مخفی بکنه و اظهار نکنه. مخالف نظر هم باید باشه. رئیس جمهور، رئیس جمهور کل ملت ایرانه، باید از همه استفاده کنه، همه بهره برداری بکنه. حقوق شهروندی برای همه اتباع ایرانی است. اتفاقا یکی از تأکیدات من در برنامه دولت تدبیر و امید، تدوین حقوق شهروندی است، تبدیل اون بعداً به یک سند و در نهایت تبدیل به یک لایحه و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تقدیم به مجلس شورای اسلامی تا تبدیل به قانون بشه، در واقع محقق کردن هم. آقای دکتر روحانی، در مورد اجرای سیاست‌های اصل 44 که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هست، خواستم ببینم ارزیابی شما از اجرای این قانون تا الان چی هست و فکر می‌کنید چقدر به اهدافش، به اهداف اون قانون که حالا افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی در اقتصاد هست، چقدر به اون نزدیک شدیم؟ آسیب شناسیتون رو هم بعد از اجرای سیاست‌های اصل 44، هم قبل از اون که حالا خصوصی‌سازی‌های اتفاق افتاده در دولت‌های قبلی، مثلا در کل چقدر موفق بودیم در این قضیه؟ سیاست‌های کلی اصل 44 در واقع نتیجه یک فرایند بود. سالها در دولت‌های گذشته بحث می‌شد. هر وقت مشکل اصلی اقتصاد پیدا می‌کردیم، یکی از بحث‌ها این بود که ای همه کار میشه کرد، این اصل 44 عجب مانعی شده. کم کم تفسیر شورای نگهبان یه ذره موسع‌تر شد، زمینه آماده شد برای که در دولت بحث بشه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث بشه. اصل این بحثا در دولت اصلاحات در واقع یه مقداری شکل گرفت، آمد تو مجمع. در مجمع آیت الله هاشمی رفسنجانی خیلی کمک کرد، چون ایشون تجربه دولت سازندگی رو داشت و میدونست چه مشکلاتی وجود داره. و در نهایت سیاست ها تدوین شد و مقام معظم رهبری نه تنها امضا کردن، نه تنها حمایت کردن. یادتون باشه اون وقتی که میخواست شروع بشه، ایشون جلسه خاصی رو گذاشتن. ایشون فرمود که سیاست‌های کلی اصل 44 انقلاب اقتصادی است. همه خوشحال شدن که با سیاست‌های اصل 44 اقتصاد ما شکوفا میشه. مقصود چی بود؟ مقصود این بود که اقتصاد دولتی بشه اقتصاد مردمی. مقصود این بود که اقتصاد ما تبدیل بشه به بازار آزاد عادلانه. اما متاسفانه در مقام عمل دو تا اشکال اصلی پیش آمد. یکی این که به جای این که ما این بنگاه‌های اقتصادی، ما این بخش‌های اقتصادی دولتی رو واگذار کنیم به بخش خصوصی، دادیم به بخش شبه دولتی. بگم این رو، بعضی از اونا به مراتب بدتر از قبل شد. اون وقتی که دولتی بود بهتر اداره می شد تا شبه دولتی شد. برخی از اونها هم به عنوان سهام عدالت شد، که اصل سهام عدالت خوب بود، منتها سهام عدالت مدیریت که به مردم واگذار نشد، مالکیت واگذار شد، باز مدیریت در اختیار دولت موند. خلاصه از 100% که بخوایم حساب کنیم، اونچه واگذار شد 13.5 به بخش خصوصی واقعی داده شد. این اشکال اصلی بود که در اجرای اصل 44 انجام شد. متاسفانه اصل 44 ما باید برگردانیم به تدریج به اون شکلی که در سیاست‌های کلی آمده. مشکل بعدی پیش آمد و اون این که دولت شروع کرد دیونی که داشت، شروع کرد کارخونه‌ها، بنگاه‌ها رو، بنگاه‌های دولتی رو واگذار کرد برای رد دیون. در سال گذشته 15,000 میلیارد تومان
از همین بنگاهایی که واگذار شد به عنوان رد دویون واگذار شد. یعنی چی؟ یعنی رفت تو بودجه اجرایی. یعنی چی؟ یعنی ثروتی که دولت‌های گذشته تهیه کرده بودند، این دولت آمد در بخش اجرایی و بودجه اجرایی در واقع عملیاتی کرد و اجرا کرد. و اینها جای بسیار تأسفه. باید برگردیم به اون هدفی که رهبری معظم تأکید کردند و اون انقلاب اقتصادی و خصوصی سازی، یعنی هم در مالکیت هم در مدیریت. تا چه شود؟ تا رقابت آزاد درست شود. ببینید، تا اقتصاد ما دولتی است، تا انحصار وجود داره، تا رقابت وجود نداره، اونم نه رقابت در درون، رقابت با بیرون. ما بازار هدف میخواییم در بیرون اگر میخواییم رشد پیدا کنیم، اگر میخواییم با کشورهایی که همسن و سال ما هستن، با ما بودن دیگه، ترکیه، مالزی، کره جنوبی، اینا که با هم حرکت کردیم تو این 20 سال اخیر، لااقل به اونها برسیم. برای این کار ما نیاز به یک تحول و یک انقلاب واقعی در این بخش داریم. آقای دکتر، برنامه عملیاتیتون توی اصلاح این واگذاری‌ها چی هست؟ که مثلا حتی اگر به بخش خصوصی واقعی هم دادیم، برخی مشکلاتی که قبلا مثلا یا اهلش نبود طرف، یا اینکه مثلا زمین رو، کارخونه رو می‌فروختن، سود اون رو در واقع استفاده می‌کردن، برای اینکه این مشکلات پیش نیاد، برنامه عملیاتیتون چی هست؟ ببینید، در قدم اول ما باید از این به بعد رو لااقل درست انجام بدیم. یک بحث هست. دوم اینکه برخی از موارد روش بحث فراوانه، حتی موارد مهمی وجود داره که عده‌ای مدعی تخلف هستن. البته من الان قضاوت نمی کنم. ما باید یک تیم فوری بذاریم برای مواردی که تخلف شده، باید عده‌ای رو بذاریم برای مواردی که درست اجرا نشده و میشه واقعا اون رو حل و فصل کرد. منتها اولین قدم اینه که از این به بعد لااقل دقیق و درست ما اجرا کنیم. متشکرم. آقای دکتر روحانی، شما چقدر معتقدید به دسترسی یکسان مردم به تمامی اطلاعات، مثلا در خصوص وضعیت اینترنت، سایت ها و استفاده از ماهواره؟ چه سیاستی دولت شما در پیش خواهد گرفت؟ ببینید، دو مقوله است. یکی اطلاعاتی که مربوط به دولت هست، باید این اطلاعات شفاف در اختیار مردم گذاشته بشه. این مسئله بسیار مهمی هست. حتی مواردی که مناقصه، مزایده به قول معروف با ترک تشریفات بوده، باید بیاد تو سایت دولت همه ببینن. مقررات و قوانین باید به صورت شفاف بیاد. دستورالعمل‌ها نباید یکی زودتر بفهمه یکی دیرتر، همزمان باید در اختیار قرار بگیره. این یک بخش هست. بخش دوم اینه که باید یادمون باشه ما در یک دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که محدود کردن اطلاعات خیلی زیاد امکان پذیر نیست. ما باید نسلمون رو آماده کنیم برای شرایطی که در بمباران اطلاعات قرار میگیره. این یک فردی که میخواد بره توی محیطی که واکسن‌های لازم رو باید بهش تزریق بکنیم برای اینکه بتونه ایستادگی بکنه و مقاومت بکنه. به هر حال ما در یک شرایطی هستیم که محقق ما، دانشجوی ما میخواد از اینترنت استفاده بکنه. اینکه نمیشه با یه شرایطی براش ایجاد کردیم یک پهنای باندی در اختیارش گذاشتیم که ساعتها باید معطل بشه. این در شأن مردم ما نیست، در شأن ملت ما نیست. ما فکر کردیم مثلا تو بحث ماواره اگر 4 تا دیش رو ما برداشتیم حل میشه مسائل. ببینید، مثلا همین قانون ماواره که در سال 1373 تصویب شد، تا الان 20 سال گذشته. خب نیاز به بحث داره، تجدید نظر داره. ما باید خودمون منطبق کنیم با شرایط روز. یه نکته هم با رسانه ملی دارم. رسانه ملی هم باید بدون تولیداتش در دنیای رقابتی باید تولید کنه. باید بدون 3 کانال، 4 کانال، 8 کانال نیست. هزارها کانال وجود داره. بر مبنای 1000 کانال، 2000 کانال موجود بره تولید کنه. تولید با کیفیت هست میتونه حل بکنه این مسائل رو.
خیلی چیزا ما باید راه حل های بهتری براش مد نظر. شما با آزادی رسانه ها، آزادی عملکرد رسانه ها معتقدید؟ من معتقد هستم که رسانه ها باید در شرایط مقصودتون رسانه های همه رسانه رسانه ها مطبوعات رسانه های دیداری شنیداری گفتید. ببینید رسانه ها رو ما باید یه مقداری بهشون آزادی عمل بدیم. امروز چه وضعی داره رسانه های مکتوب ما، مطبوعات ما چه وضعی الان داره؟ تعدد داره، تنوع نداره. یه روزنامه بخونی همه رو خوندی، هم یه روزنامه رو بخونی کافیه. نمیشه اطلاعات دستوری، نمیشه این کار رو کرد. تیراژ روزنامه هاتون چقدره؟ کسی روزنامه دیگه نمیخره، نمیخونه با این شرایط. ما باید شرایطی رو ایجاد کنیم، تنوع لازم رو بدیم، شرایطی ایجاد بکنیم که جوانهای ما مشتاق خوندن باشن. این اشتیاق با محدودیت‌های زیاد امکان پذیر نیست. البته مطبوعات و رسانه‌ها چارچوب باید داشته باشن، بی چارچوب که نمیشه. مگر میشه با حیثیت مردم در رسانه‌ها بازی کرد، با آبروی مردم بازی کرد؟ نه رسانه ملی حق داره، نه رسانه غیر ملی حق داره. اگر کسی حیثیت مردم، آبروی مردم، زندگی خصوصی مردم خدای ناکرده اتهام، دروغ زده شد، مگر ما میتونیم حقوق اساسی مردم رو زیر پا بذاریم؟ حقوق اساسی مردم، فرهنگ ملی ما، امنیت ملی ما، منافع ملی ما، اینا چارچوب‌های روشنه. ما چارچوب‌های روشن درست بکنیم، قوانین روشن درست بکنیم، واگذار کنیم به صنف مربوطه، براشون یک نظام درست بکنیم، یک تشکل درست کنیم، بذاریم خود اون تشکل کنترل بکنه. اینقدر دولتی فکر کردن رو ادامه ندیم، واگذار کنیم به مردم، حس کنیم دولت برای مردمه، مردم برای دولت نیستن. بله تشکر میکنم. آقای روحانی، بحث هسته‌ای رو مستظر هستید که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این یه واقعیتی که جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی به اون در چارچوب مقررات بین الملل هر کس رو توی یه دهه گذشته آغاز کرده، با آژانس داره همکاری میکنه، با موازین بین المللی هماهنگ با پادمان و سایر سازوکارهایی که وجود داره. فتوای مقام معظم رهبری رو داریم مبنی بر اینکه ساخت سلاح هسته‌ای حرام هست. همه اینا رو ما داریم، اما در کنارش فشارهای بین المللی رو هم همچنان داریم که تحریم یکی از اونهاست. جناب عالی، برای پیگیری حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چه تدبیری در دستور کارتون هست و اصلا پیگیری حقوق هسته‌ای از چه اولویتی برای شما برخوردار است که با هزینه کمتر بتونیم در واقع این راه رو ادامه بدیم؟ ببینید، اصل فناوری هسته‌ای خب خیلی براش زحمت کشیده شده. فناوری هسته‌ای رو ما از سال 1367 شروع کردیم. من از اون اولین قدم‌هاش حضور داشتم. مقصودم از این فناوری، مقصودم فناوری غنی‌سازیه، بلا بخش‌های دیگر تاریخ جلوتری رو داره. در دولت سازندگی تقریبا فناوری رو ما به دست آوردیم، تقریبا یعنی برخیش به دست آمد، برخیش آماده به دست آوردن شدیم. در دولت اصلاحات این فناوری تقریبا کامل شد. یعنی ما اولین بار که رفتیم دیدیم غنی‌سازی با یک دونه، با یه عدد سانتریفیوژ انجام شده، تابستان 1381 بود. اتفاقا ما از طرف شورای عالی فناوری با آقای مهندس موسوی با هم رفتیم بازدید کردیم و آمدیم اعلام کردیم که ما رسیدیم به غنی‌سازی. یعنی اون موقع چرخه کامل داشتیم؟ نه نه، یک تازه آزمایشگاهی یک دونه سانتریفیوژ تونسته بود به ما محصول بده. ما دیدیم به این فناوری رسیدیم. بعدها تبدیلش کردیم به یک چرخه کوچیک ده تایی، البته در نتنز. این در کالا الکتریک بود، این یه دونه. بله. بعدش مثلا در زمینه UF4 UF6 که در واقع فیدش هست، خوراکش هست، خب نداشتیم ما چیزی رو که، یه مقدار کمی از یک کشوری خریداری کرده بودیم داشتیم، ولی خب میبایست تولید میکردیم. رفتیم دنبال ساخت UCF اصفهان. UCF اصفهان رو شروع کردیم. UCF اصفهان اولین مرحلهش در سال 83 افتتاح شد. تا UF4 تونستیم جلو بریم، UF6 نتونستیم تولید بکنیم. مرحله بعدیش
تونستیم در پاییز 83 به نتیجه برسیم، بعد دچار اشکال شدیم. ما یه راهی پیدا کردیم برای اینکه فناوری اصفهان بتونه ادامه پیدا کنه و کامل شه، ضمن اینکه داشتیم با اروپا مذاکره می‌کردیم و کاملش کردیم. تقریبا در فروردین 84 UCF اصفهان کامل شد، آب سنگین اصفهان در 83 کامل شد، بندر عباس، کیک زردش در اواخر 83 اوایل 84 کامل شد. زیر زمین نطنز البته تو 84 حتی بعد دوره امام ادامه پیدا کرد تا کامل شد، تقریبا به کمال نزدیک شده بود زیرزمین نطنز. خب همه این کارا انجام گرفت در دولت سازندگی و دولت اصلاحات. در دولت جدید که رو کار آمد دیگه فناوری کامل شده بود، همه چی آماده بود و اصفهان هم شروع به کار کرده بود، یعنی تعلیق هم شکسته شده بود و کار شروع شده بود. منتها بعد خب این کار بسیار ظریف و پیچیده‌ای بود، ما میدونستیم چقدر این کار پیچیده است. به همین دلیل هم ما تلاش میکردیم فناوری رو کامل کنیم، شورای امنیت نریم، جنگ نشه، صلح‌آمیز بودن رو به اثبات برسانیم که بسیار مهم بود، اساس پایه این بود. اگر ثابت میکردیم که صلح‌آمیز، دو چیز ثابت میکردیم، یکی که از لحاظ قانونی حق داریم غنی سازی کنیم، یکی اینکه آمریکایی‌ها دروغ گفتن و ما این کار رو کردیم، ثابت کردیم آمریکا دروغ گفته، ثابت کردیم فناوری ما صلح‌آمیزه. در آذر 1383 شورای حکام به اتفاق آرا رأی داد که فناوری هستی ایران انحراف نداره و صلح‌آمیز هست، بنابراین این کارا انجام گرفت. امروز با یک شرایط جدیدی ما مواجه هستیم. امروز پرونده تو شورای امنیته، امروز یعنی دشمن از این نظر دست بالاتر داره، ما باید تلاش مضاعفی رو انجام بدیم. همینجا آیه روحانی، الان ببینید یه دیدگاهی وجود داره مبنی بر اینکه اگر ما به شورای امنیت رفتیم و 6 تا قطعنامه گرفتیم، در عوض هزاران سانتریفیوژ ما فعال هستن. اون مقطعی که پلم شکسته شد که جناب علی اشاره کردی در تابستان 84، درسته؟ تابستان 84 ما آبشار 168 داشتیم یا نداشتیم؟ ببینید ما در تابستان 84 که در واقع در دولت اصلاحات UCF اصفهان فعال شد، اما نطنز هنوز آماده نبود و اساساً دولت هم آماده نبود نطنز رو اندازی بکنه، رو اندازی نکرد، صبر کردن 8 ماه بعد. خب شما بگید کامل شده بود که. خب نکردم، خودشون نکردن، تعلیق ادامه دادم خودشون، کسی که مانع نبود، صبر کردن تا پرونده رفت شورای امنیت. بعد از اینکه رفت شورای امنیت تازه نطنز رو اندازی شد، میتونستن نطنز زودتر رو بندازن، مشکلی نبود. 8 ماه تعلیق دولت جدید ادامه داد. من اصلا کاری به این بحثا ندارم، بحث اینه که ما آیا میتونیم با هزینه کمتر بتونیم این دستاورد حفظ کنیم یا با همین هزینه بالا، یعنی هی بریم جلسه بعد بگیم جلسه بعدی 3 ماه بعد، باز بریم جلسه بگیم 3 ماه بعد، این وسط مرتب تحریم‌ها اضافه بشه، تو نطنز هم سانتریفیوژ نصب بکنیم ولی تزریق نکنیم. من بر نمیگردم به بحثا، تو گزارش آژانس هست وضعیت ما الان چگونه است. ببینید باید سانتریفیوژ بچرخه ولی کشور هم باید بچرخه، باید زندگی مردم هم بچرخه، باید این فناوری رو حفظ کنیم، باید اون چشم‌اندازم یادمون باشه، باید اجرا بشه، باید یادمون باشه کشور توسعه میخواد. ما اصلا برای چی میخواییم سانتریفیوژ؟ ما برای چی هسته‌ای میخواییم؟ ما بمب که نمیخواییم بسازیم، اون که رهبری فرمودن حرامه. 20,000 مگاوات برقی که میخواییم، دنبال برقیم، دنبال توسعه‌ایم، احسن دنبال توسعه‌ایم. اگر دنبال توسعه هستیم، توسعه که نمیشه یه پیچش درست کرد بعد کارخونه توسعه رو خوابون به خاطر یه پیچ، باید پیچ درست شه، کل کارخونه هم حرکت بکنه. خیلی تدبیر میخواد. ما راه حلش رو در برنامه دولت تدبیر و امید داریم که چگونه با هزینه کمتر بتونیم توسعه رو ادامه بدیم، بتونیم فناوری رو حفظ بکنیم و بتونیم تحریم رو بشکنیم انشاءالله. البته این بحث یک ماه و دو ماه نیست. اونایی که میگن ما اگر رئیس جمهور شدیم چند ماه بعد تحریم رو میشکنیم،
شاید ندونن دنیای امروز چقدر پیچیده است، ولی باید تحریم رو بشکنیم و این کار شدنی است. و برای این کار ما نیاز به وحدت و اجماع داریم. یادمون باشه بحث هسته‌ای شوخی نداره، بحث هسته‌ای بازی این تشکل و اون تشکل نیست، بحث هسته‌ای بازی حزبی نیست، منافع ملی است. یه عده‌ای نمی‌فهمند بحث هسته‌ای یعنی چه، حرفایی میزنن ناشی از اون که ناآگاه هستن. بله تشکر می‌کنم آقای مقصودی. بفهم تشکر. در بخش کشاورزی هم دکتر روحانی، ما به هر حال کشاورزی هم در تولید ناخالص داخلی هم در ایجاد اشتغال نقش جدی داره و هم در بحث امنیت غذایی ما خیلی موثر هست. راهکار عملیاتیتون برای بهتر شدن وضعیت کشاورزی ما چی هست؟ ما در بخش بهره‌وری آب و بهره‌وری تولید تن در هکتارمون مشکل جدی داریم. به مسئله بسیار مهمی اشاره کردید. کشاورزی برای ما بسیار مهمه، نه تنها برای اینکه 14% تولید ناخالص ملی ما از کشاورزی است، نه تنها به خاطر اینکه تقریبا 4 میلیون نفر زندگیشون از طریق کشاورزی هست و اشتغال دارن تو بخش کشاورزی، و نه تنها اینکه 100,000 مهندس کشاورزی ما بیکارن فارغ التحصیل دانشگاه، بلکه کشاورزی برای زندگی مردم، برای امنیت و آرامش مردم، مخصوصا امنیت غذایی، اهمیت ویژه‌ای داره. در بخش کشاورزی ما نیاز به چند مسئله مهم داریم. یکی این که زمین باید حفظ کنیم. زمین ما هر روز داره شور و شورتر میشه. این یک خطر بزرگه. حفظ زمین اهمیتی ویژه داره. دوم مسئله آب. ما مشکل آب داریم، آب به اندازه کافی نداریم. تو بازیافت باید بریم برنامه ریزی کنیم برای تحت فشار قرار دادن و آب تحت فشار باید برنامه ریزی بکنیم. برای آبهای زیرزمینی باید برنامه ریزی بکنیم. برای فناوری نوین در بخش کشاورزی، ما سنتی بخش بزرگی از کشاورزی ما اداره میشه، باید تبدیل بشه با شرایط نوین و فناوری‌های نوین تا اداره بشه. خیلی مشکل داریم تو سموم، مشکل داریم. این بحث تحریم فقط بحث ساده بانک‌ها نیست، این باعث شده که برخی از جنس‌ها رو از جاهای ما وارد کنیم، از کشورهای وارد کنیم که به محصولات کشاورزی ما صدمه دیده. برای همه اینها باید برنامه‌ریزی بکنیم. بخش کشاورزی بخش بسیار مهمی هست. ما باید در این زمینه سرمایه گذاری کافی بکنیم. سرمایه گذاری فعلا کافی نیست. متاسفانه ما دیدیم یکی دو سال جشنه، چون جشن ما زود جشن میگیریم، برای هسته‌ای هم هر روز جشن گرفتیم، ما جشن خودکفایی گندم گرفتیم، ولی شما ببینید سال گذشته چند میلیون تن و امسال باز باید چند میلیون تن وارد کنیم برای اینکه بتونیم گندم مورد نیاز رو تامین کنیم. وقتمون کم، آقای مقصودی شما می‌پرسید یا آقای مهدی قلی؟ متشکرم آقای مقصودی، لطف دارین، خیلی ممنونم. آقای دکتر روحانی، تفاوت در پوشش خدمات پزشکی و بهداشتی بین بیمه‌های مختلف کشور مثل تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و شرکت‌ها و نهادهای دیگر دولتی مثل بانک‌ها و بیمه‌ها و خلاصه شرکت‌های برخوردار به شکلیه که عدالت در نظام سلامت ما مخدوش شده. شما چه کار میخواید بکنید برای اینکه این عدالت برقرار بشه؟ ببینید، در بحث سلامت مردم ما مشکلات زیادی دارن، مخصوصا در ماهای اخیر که وضع دارو زندگی مردم رو، مخصوصا اونایی که بیمار صعب العلاج دارن، یک نوع داروی سرطان امروز 11 میلیون تومان داره طرف خریداری میکنه برای بیمارش. برای موارد دیگر داروها اونقدر گران شده در بیماری‌های صعب العلاج که مردم واقعاً بعضیا دارن تمام زندگیشون رو میگذارن برای اینکه بتونن داروی بیمار رو تأمین بکنن. ما باید حل بکنیم، معضل دارو رو باید حل بکنیم، معضل درمان رو باید حل بکنیم. کل بحث سلامت یک بخش هم همون بود که شما اشاره کردید در بحث بیمه، چون بحث درمان، بهداشت،
کار دولت هست بیشتر باید سرمایه گذاری کنه. درمان عمدتاً کار بیمه هاست، اونا باید این بار رو بردوش بکشن. الان بیمه های ما وضع عجیبی دارن، برخی از دفترچه های بیمه اصلا مورد قبوله برخی از مراکز درمانی ما الان قرار نمیگیره. مثلا میخوان چیکار؟ مثلا بیمه های تکمیلی، بیمه های طلایی و یه سری از این دست موضوعات رو یه سری سازمان ها، ارگان ها و نهادها دارن. شما میخواد اونها رو بردارید که این عدالت برقرار بشه، یا میخواد تعمیمش بدید؟ و اصولا اینکه حالا فرضاً میفهمید دفترچه ها خیلی اعتبار نداره، میخواد چیکار بکنید؟ نه ببینید، راهش اینه. قدم اول، پوشش بیمه باید عام بشه. میدونید 5 میلیون نفر امروز تحت پوشش بیمه نیستن اساسا. اول باید بریم اون رو حل کنیم، اون 5 میلیون نفر رو تحت پوشش بیمه قرار بدیم. نقطه دوم این که چرا بیمه رو اختیاری نمی کنیم؟ چرا طرف مجبور باشه تامین اجتماعی یا این یا آن؟ ما آزاد بذاریم شرکت های مختلف رو، شرکت صنعت بیمه رو توسعه بدیم، بیان بخش های مختلف، مردم انتخاب کنن. تو انتخاب اون وقت راحت تر مردم میرن به سمت اون بیمه‌ای که خدمات بیشتری بده. بعدش اون وقت بریم سراغ عدالت. عدالت، ما اون نهاد یا دستگاهی که داره خدمتی رو به مردم میده، ما که نمیخوایم خدمت او رو کم بکنیم، باید یه جوری عادلانه کنیم که بقیه مردم، بقیه نهادها هم از او استفاده بکنن. این تنها در بخش بیمه نیست، در حقوق یک باغبون هم هست، حقوق یه تایپیست هم هست. گاهی شما میبینی اون دستگاه با این دستگاه با هم متفاوته. بحث عدالت یک بحثه، بحث سلامت یک بحثه، و این که بار درمان و بخش سلامت عمدتاً بر دوش مردمه باید کاسته بشه. البته الان بررسی ها نشون میده که یه چیزی حدود 65-70% پول درمان مردم دارن پرداخت میکنن، یه چیزی حدود 30% برخی از موارد حتی کمتر دارن بیمه. حق بیمه رو مثلا میخواد دولت پرداخت کنه یا میخوان کارفرما بیشتر پرداخت کنه؟ به هر حال ما باید کاری بکنیم که سهم مردم کم بشه. حتی در بخش یارانه که ما داریم بحث میکنیم، در مراحل بعدی یارانه، یک بحثم اینه که در بحث یارانه آیا ما به بخش سلامت نگاهی ویژه بکنیم یا فقط به همون راهی که قبلا بوده ادامه بدیم. بنابراین در بحث سلامت نیاز به تجدید نظر جدی داره، و ما هم تو همین برنامه دولت تدبیر امید یک بخش مفصلی راجع به بحث سلامت آوردیم و راه حل هایی که پیش روی مردم خواهد. بله خیلی ممنون جناب روحانی. در پایان برای جمع بندی اگر نکته‌ای هست بفرمایید. من میخوام به مردم خوب و عزیزمون بگم که زنان بزرگوار ما در دولت تدبیر امید از فرصت برابر استفاده خواهند کرد. اونهایی که در روستاها امروز زندگی میکنند و فکر میکنند برای راحتی باید به فکر مهاجرت باشند، دولت زمینه ای رو آماده میکنه تا مهاجرت معکوس برای روستاها اتفاق بیفته. و من در پایان میخوام تشکر کنم از ملت عزیز و بزرگی که همه بارها رو بردوش کشید و علی رغم همه مشکلات باز هم خودش رو آماده کرده برای اینکه در روز انتخابات پای صندوق آرا حضور پیدا بکنه. من دستم را فقط به سوی مردم دراز میکنم تا نیاز نباشد که به سوی بیگانگان دراز شود. این مردم هستند که قادر خواهند بود همه مشکلات کشور را با ایستادگی، با اعتماد به نفس حل کنند، و این دولت تنها پشتیبان و در کنار مردم خواهد بود به حول قوه الهی. تشکر می‌کنم.